اوج استفاده از سیگار الکترونیک کشورهای اروپایی و کشورهای دیگر را فرا گرفته است. تخمین زده می شود تنها در اروپا بیش از 7 میلیون نفر از این سیگار استفاده می کنند. در فرانسه تعداد فروشگاه های سیگار الکترونیک طی سال گذشته از 300 به 1500 فروشگاه رسیده است. این سیگار حاوی نیکوتین است و با پک زدن به آن و استنشاق بخار نیکوتین وارد بدن می شود، اما فاقد تنباکو و دیگر مواد شیمیایی سرطان‌زاست. پیش از ساخته شدن سیگار الکترونیک دست کم 4-5 بار سعی کردم سیگار را ترک کنم، اما با سیگار الکترونیک در عرض چند روز موفق شدم. گفته می شود 29% جمعیت اروپا سیگاری هستند و در فرانسه از هر 5 نفر یک نفر سیگار می کشد. مسئولان بهداشت هشدار می دهند که از هر 2 نفر سیگاری یک نفر جان خود را بر اثر این عادت از دست می دهد. سیگار الکترونیک سیگاری است که به ترک عادت خطرناک سیگار کشیدن کمک می کند. فیلیپ پرسلس پزشک و متخصص ترک سیگار رهبر فراخوانی است که توسط 100 پزشک برای حمایت از سیگار الکترونیک به عنوان روشی برای ترک سیگار امضا شده است. در سیگار الکترونیکی 3 ماده سمی اصلی توتون یعنی قطران، مونوکسید کربن و مواد سرطانزایی که باعث سکته قلبی و برونشیت مزمن میشوند وجود ندارند. بعد میپرسند که چه ماده خطرناک دیگری در این سیگارها وجود دارد. این به نظرم مضحک است. برای مقایسه خطر سیگار الکترونیکی با مواد دیگر تیفی را در نظر بگیرید که توتون در منتهی چپ آن باشد. بعد از آن به ترتیب الکل، سپس مواد چرب و قند قرار میگیرند. جای سیگار الکترونیکی در کنار ماهی و میوه و سبزیجات است. در نتیجه خطر این سیگارها بسیار بسیار کم است. به همان میزان که مواد آفتکش موجود در سبزیجات خطرناکند، سیگار الکترونیکی هم مضر است. به رغم حمایت‌های پزشکان، کمیسیون اروپا همچنان در مورد وضع قانون در مورد سیگار الکترونیک مردد است. فروش این سیگار به عنوان محصولی از دخانیات به کسانی که زیر سن قانونی هستند ممنوع اعلام شده است. همچنین صحبت از افزایش مالیات آن است که در حال حاضر 1/5 سیگارهای معمولی است. میشل سیگاری است که برای اولین بار سیگار الکترونیک را امتحان می کند و می گوید حدود 40 سال است که سیگار می کشم. تقریبا همه چیز را امتحان کردم. پک ترک سیگار، آدامس، دورهای هم توانستم سیگار را ترک کنم. اما پس از مدتی دوباره سیگاری شدم. چون بیشتر دلم برای ژست سیگار کشیدن و طعم سیگار تنگ می شد. مزه توتون و سیگار کشیدن را دوست دارم. راستش رو بگویم واقعا خوشم آمده. احساس میکنم لذتهای سیگار کشیدن را باز یافتم. خیلی سریع فهمیدم از دود و بوی سیگار خبری نیست و به نظرم راه دیگر سیگار کشیدن است. افراد سیگاری بسیاری مانند میشل از این سیگار راضی هستند. اما با وجود استقبال گسترده‌ای که از این محصول شده، کمیسیون اروپا محدودیتهایی برای فروش و عرضه آن در نظر گرفته است. یک فروشنده سیگار الکترونیک میگوید این محصول بد و خطرناک معرفی شده. طبق اصل معروف احتیاط میگویند نمیدانیم چیست. تا کنون در مورد خود سیگار از احتیاط صحبت نشده. حالا چرا در مورد سیگار الکترونیک از این اصل حرف میزنند؟ این سیگارها را منفی معرفی کردند و به خوبی این ترس در افکار عمومی دیده میشود. اما چرا محصولی که به گفته بسیاری از پزشکان خطراتش به مراتب از سیگار کمتر است، تا این حد بد و اهریمنی جلوه داده میشود؟ از نظر طرفداران سیگار الکترونیکی کافی است به فشاری که از سوی صنعت دخانیات و داروسازی اعمال می شود توجه کرد. آنها تلاش می کنند اجازه تولید محصولی را بگیرند که تقاضای فزاینده‌ای برای آن وجود دارد. رئیس اداره مبارزه با مصرف دخانیات وابسته به کمیسیون اروپا می گوید که مشکل این است که هیچ بررسی کاملی از اثرات دراز مدت استنشاق بخار انجام نشده است. دستورالعمل اروپایی به شدت نگران خطرات این محصول است، در حالی که این خطرات بسیار ناچیزند. اگر بخوایم خلاصه کنیم، سیگار کشیدن مانند رانندگی در جهت عکس بزرگ راست و استفاده از سیگار الکترونیکی مثل این است که در ناحیه‌ای که حداکثر سرعت مجاز 130 کیلومتر است با سرعت 140 کیلومتر در ساعت حرکت کنید. خب اگر همه این کارو بکنن تصادف بیشتر خواهد بود، اما در مقایسه با رانندگی در سمت جهت خلاف خطر تصادف در کل کمتر است. سباستیان بونیول یکی از بنیانگذاران انجمن سیگار الکترونیک میگوید دستورالعمل اتحادیه اروپا این سیگارها را شامل نمی‌شود چون توتون ندارند. او از وضع قوانین برای این محصول جدید حمایت می‌کند، اما در این حال نگران است که اتحادیه اروپا قید و بندهای زیادی برای آن قائل شود. به این ترتیب این سیگار روشی ناکارآمد برای ترک سیگار معرفی خواهد شد.
خود او یک سال است که سیگار نمی کشد. ویژگی سیگار الکترونیکی این است که اختراعی مردمی است، توسط خود سیگاری ها و تولید کنندگان کوچک ساخته شده. شرکت های بزرگ چند ملیتی که هزینه زیادی صرف تحقیق و به بار آوردن محصولات می کنند نقشی در پیدایشان نداشتند. اختراعش تقریبا خود به خود و خودجوش صورت گرفته. در آغاز از شرکت های بزرگ داروسازی گرفته تا صنعت دخانیات در فرانسه و توزیع کنندگان، هیچ کدام اعتقاد نداشتن این محصول مشتری پیدا خواهد کرد. تا سال گذشته هیچ کس سیگار الکترونیکی را جدی نگرفته بود. تخمین زده می شود ارزش صنعت سیگار الکترونیک اروپا 500 میلیون یورو باشد که خیلی کمتر از 91 میلیارد یوروی درگیر در صنعت سیگار است. اما در فرانسه صاحبان سیگار فروشی ها می گویند که دستورالعمل جدید اروپا کار کاسبی آنها را کساد کرده است. قیمت سیگار افزایش یافته و قوانین اروپا دسترسی و خرید سیگار از آن سوی مرزها را آسان‌تر کرده است. سیریل ژژر می گوید مالیات زیاد بر سیگار منجر به ظهور و رشد بازار سیاه شده است و بنابراین جای تعجب نیست که آینده با سیگار الکترونیک است. در حرفه ما تلاش می شود حق توزیع انحصاری سیگارهای الکترونیکی با نیکوتین را به دست آوریم، زیرا داشتن این حق در حوزه قوانین فروشگاه‌های توتون و سیگار قرار می گیرد. فکر می کنم آینده ما در گرفتن این حق انحصار است. 10 سال دیگر سیگار همان چیزی نخواهد بود که الان هست، درجه بندی خواهد شد و کیفیتش ارتقا می یابد، زیرا حق انحصار این محصول کوچک را که در چین تولید شده مردم از آن خود کردند و حالا شرکت های سیگار سرمایه گذاری فراوانی کردند تا از خطرات سیگار بکاهند. کاستن از خطرات سیگار و حفظ لذت سیگار کشیدن بدون داشتن خطر عمده برای سلامتی افراد. اما سیگار الکترونیک تا چه حد در ترک سیگار مؤثر است؟ با آنکه تعداد بررسی های انجام شده تاکنون کم است، اما تخمین زده می شود که از هر 20 نفر توانستند سیگار را ترک کنند. بیشتر افراد همچنان به استنشاق بخار ادامه می دهند، ضمن اینکه سیگار هم کمتر می کشند. اما استنشاق بخار برای همه خوشایند نیست. نمونه اش پاسکال پیکار است که پس از یک ماه دوباره سراغ سیگار رفته است. او میگوید من فکر میکنم نمیخواهم سیگار را ترک کنم. من از کشیدن سیگار لذت میبرم. شاید به همین دلیل است که انگیزه‌ای برای ترک سیگار ندارم. اما چیزی که مرا نگران میکند جوانها و نوجوانان هستند. خیلی از آنها شروع به کشیدن سیگار الکترونیک کردند. هنوز خطرات این نوع سیگار را نمیدانیم. خود من وقتی شروع به سیگار کشیدن کردم هنوز از خطراتی که الان میشناسیم خبری نبود. خطر این است که سیگار الکترونیکی مسیری باشد که به سیگار کشیدن منتهی شود و چنین چیزی در سطح جهانی خیلی نگران کننده است. خیلی از شرکت‌های بزرگ سیگار مشغول خرید مارک‌های تجاری سیگار الکترونیکی هستند و هدفشان این نیست کسانی را که سیگار می‌کشند به کشیدن سیگار الکترونیکی ترغیب کنند، بلکه در جستجوی بازارهای مصرف جدید هستند و واقعیت جلوی دوربین است که مصرف کنندگان جدید جوانان هستند. قرار است در ماه مارس در پارلمان اروپا درباره دستورالعمل سیگار الکترونیک رأی‌گیری شود. پس از آن هر عضو اتحادیه اروپا 2 سال فرصت خواهد داشت تا درباره وضع قوانین در این زمینه در کشور خود تصمیم گیری کند. اما بسیاری امیدوارند که سیگار الکترونیک مجاز بماند و تحولی که برای ترک سیگار آغاز شده ادامه پیدا کند.